سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و در ویدیوی امروز بازی 41148 رو بررسی میکنیم که توسط شخصی به اسم مهدی فنایی به تنهایی و در طی 3 سال ساخته شده. این بازی مملو از تصاویر و نمادهای از گروه‌های شیطانی و ایلومیناتیه و داستان عجیب و مرموزی داره. همینجا باید بهتون بگم که ویدیو داستان کامل بازی رو شرح میده و طبیعتاً اسپویل هم داره. نگید نگفتی. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. اپیزود 1. داستان از جایی شروع میشه که مردی ناشناس و بینامونشون که حافظش هم از دست داده در یک کلیسای مرموز بیدار میشه. اون از رویایی بیدار شده، رویایی که در اون قصد داره یک زن رو با چاقو سلاخی کنه. بعد از بیدار شدن کلیسا رو جستجو میکنه و اجساد زیادی رو پیدا میکنه. به این کلیسا حمله تروریستی شده و همه رو کشتن. همچنین یه مرد پیدا میکنه که زبونش رو بریدن و چشماش هم کور کردن. وقتی قهرمان ما میخواد به مرد کمک کنه، میبینه که اون مرد کشته شده و روی صورتش علامت شیطانی 666 نقش بسته. همچنین در این کلیسا مجسمه ها و نمادهای زیادی دیده میشه که درست شبیه نمادهای ایلومیناتی و شیطان پرستیه. قهرمان ما همچنین یک کلید آپارتمان به اسم گیزا پیدا میکنه. موقعی که میخواد از اون کلیسا خارج بشه، یه موجود شیطانی عجیب ظاهر میشه و دنبالش میکنه. اما قهرمان ما زودتر موفق به خروج میشه. اپیزود 2. قهرمان وارد آپارتمان گیزا میشه. اونجا آپارتمان خودشه. واحدش پر از مجسمه‌های عجیبه. تلویزیون خونش روشنه و یک نماد دایره‌ای داخلشه. نماد دایره‌ای یا همون سرکل که بعداً متوجه میشیم نماد چیه. یکم نوشیدنی برمی‌داره و استراحت میکنه. بعد از استراحت به جستجو ادامه میده. دو تا تابلو در خونه وجود داره. یکی مردی که در حال سقوطه و دیگری یه نماد به شکل امه. اما با برعکس کردن این تابلوها مفهومشون عوض میشه. مرد در حال سقوط به مرد در حال عروج تبدیل میشه و تابلوی به شکل ام به نماد الله تغییر شکل میده. با برعکس کردن تابلوها یه در باز میشه. وقتی موفق میشه در اون اتاق کمد دراور رو باز کنه، متوجه 3 تا وسیله عجیب میشه. یه اسلحه، یه کارت بانکی به اسم سینا تنتا و یه کلید آپارتمان به شماره 133. از کارت بانکی متوجه میشیم که اسم قهرمان ما سینا تنتا هستش و از اسلحه هم متوجه میشیم که احتمالاً سینا توی یک مأموریت خطرناک بوده. در همونجا از پنجره چشمای شیطانی میبینه و موقعی که میخواد از آپارتمان خارج بشه، دوباره هیولا دنبالش میکنه. موقعی که هیولا میخواد بگیرتش، نور سبزی از سینا ساطع میشه و هیولا رو میکشه. سینا خودش هم تعجب میکنه چطور هیولا رو تونسته بکشه. سینا موقعی که میخواد وارد آپارتمان 133 بشه، ناگهان هیولا دوباره بیدار میشه و اونو پایین میکشه، اما اون موفق میشه هیولا رو بکشه. اپیزود 3. این آپارتمان قبلا خراب شده و بهش حمله کردن، اما داخل آب یک آیدی کارت وجود داره که باید برش داره و ببینه چیه. سینا با اسکن دستش میتونه در مخفی اونجا رو باز کنه و به نظر میرسه اینجا هم متعلق به اونه یا کسی که باهاش ارتباط داشته. بالاخره با ساختن یه وسیله موفق میشه کارت شکسته داخل آب رو برداره. اما این کارت فقط نصفش مشخصه، عدد 1148 و نام میتین در پایینش. اما ناگهان یک مرد ظاهر میشه. بعدم میفهمیم که اسم این مرد آمادو هستش. با اسلحه‌ای که به سمت سینا گرفته در اونجا ظاهر میشه و به سینا میگه رئیس فونوس میخواد ببینتت. اون میتونه حافظتو بهت برگردونه. در اینجا صدای شلیکی میاد و به نظر میرسه آمادو به سینا شلیک کرده. در اینجا ما نمایی از اون کلیسا با نماد صلیب شکسته بزرگ در بالا و صلیب‌های برعکس در پایینش مواجه میشیم. سینا در مقابل رئیس فونوس ظاهر میشه. فونوس حرفای عجیبی در مورد مهرهای طلایی میزنه. اون میگه خداوند همیشه مهره‌های طلایی داشته و از اونا محافظت می‌کرده. مهره‌های طلایی مثل ابراهیم، موسی، نوح و محمد که اونا رو در مقابل آتش، فرعون، طوفان و دشمنان نجات می‌داد.
فونوس اعتقاد داره که خودش هم یه مهره طلاییه، چون موقعی که میخواست به این کلیسا بیاد پروازش به تأخیر خورد و به کشتار کلیسا نرسید. در اینجا متوجه میشیم که گروه 4148 به کلیسای خوشید حمله کردن و اکثر افراد عضو اینجا رو کشتن. فونوس برای آزمایش کردن سینا و اینکه ببینه واقعا خائنه یا نه، یه مرد به اسم چشم قرمز رو میاره که البته چکمه‌هاشو آبی کردن و داخلش رو با چسب سیانوکلیرات پر کردن. میگه که تو همیشه از این مرد متنفر بودی. اون یه قاتل تروریستی که باید کشته بشه و کلی جنایت علیه بشریت کرده. برای اثبات اینکه خائن نیستی این مردو بکش. اما سینا این کارو نمیکنه و سلاحو زمین میذاره. فونوس از این کار سینا خوشش میاد و میگه خودتو اثبات کردی، چون تو هیچ وقت برای ما آدم نمیکشتی، حتی کسانی که لایق مرگ بودن. فونوس سینا رو پیش یک دریچه میبره که به سمت زیرزمین میره و میگه جواب تمام سوالاتت اون داخله. سینا وارد زیرزمین میشه و با گذشتن از چند تا در به یک هیولای بزرگ قرمز رنگ میرسه. اسم اون هیولا آسمودوسه، محافظ کلیسای خورشید. آسمودوس که اونجا بسته شده و نمیتونه حرکت کنه، میگه که تمام اتفاقات اون شب کلیسا رو دیده و به سینا مشکوکه. اما سینا قانعش میکنه که اون کاری نکرده و باید داخل زیرزمین بشه تا جواب سوالاتشو بگیره. آسمودوس متقاعد میشه که سینا واقعا حافظه‌شو از دست داده و بهش اجازه میده که رد بشه. بعد از رد شدن از آسمودوس با یک موجود پرنده عجیب و غریب مواجه میشه که کورم هستش. اسم اون موجود خه هستش. همون خندیدن منظورمونه. ما به اختصار بهش میگیم خه. خه قول میده که از گذشته سینا اطلاعات بده، اما به شرطی که سینا چشماشو بهش برگردونه. چشمای خه رو آسمودوس گرفته. اون چند وقت یه بار به خاطر اعمال زشتش چشماشو از دست میده و همیشه یه بیچاره به اسم خه رو پیدا میکنه و از چشمای اون استفاده میکنه. سینا پیشنهادو قبول میکنه و یه سلاح میسازه. سینا قبلا مبارز خوبی بوده. با استفاده از سلاحش میره و آسمودوس رو میکشه و چشمای خه رو بهش برمیگردونه. خه از این مبارزه شگفت زده میشه، ولی میگه فقط آسمودوس میتونست راه خروج رو برات باز کنه. اما یه راه دیگه هم هستش که فقط پدر میتونه ازش خارج بشه. پدر در واقع رئیس و ارباب کل این تشکیلاته که در ادامه ماهیت واقعی پدر رو متوجه میشیم. خه به سینا در مورد گذشتهش میگه. سینا یه مهندس و نابغه کامپیوتر بوده که برای کلیسای خورشید کار میکرده و صاحب کارخونه مجسمه سازی زئوس هم بوده. دلیل اون همه مجسمه در آپارتمانش هم همین بوده. خه و سینا با هم مسیر رو ادامه میدن و به یه اتاق سبز رنگ میرسن. اینجا اتاق مخفی سینا بوده که فقط خودش میتونسته بازش کنه. اما حالا که حافظش از دست داده، ایده‌ای برای باز کردنش نداره. در ادامه مسیر با موجودات شیطانی شکل مواجه میشن که در حال عبادت چیزهای عجیب و غریبن. اونا از انسانها متنفرن و جواب آدما رو نمیدن. بعدش با موجودی به اسم گالسیا لابولا آشنا میشه. لابولا میتونه از هر چیز و هر کس اطلاعات جمع کنه و همه چیزو میدونه، اما به شدت عاشق طلا هستش و در ازای گفتن اطلاعات گذشته سینا اون درخواست 13 گرم طلا میکنه. سینا پیشنهادش رو قبول میکنه، اما سینا به لابولا دروغ گفت چون اونقدر طلا نداره. بعدش وارد یه اتاق نقاشی میشن. یه نقاش عضو فرقه که درجه بالایی هم داره و مورد احترام پدر هستش داره نقاشی میکنه. سینا از نقاشی‌های زشش حالش به هم میخوره و سریع اونجا رو ترک میکنه. به یه گودال میرسن که فقط در صورتی میتونه از اونجا بپره که باید چیزی رو که قبلا پدر لمسش کرده رو لمس کنه. یه چیز مقدس. سینا از خه میخواد بره و قلموهای اون نقاشو برداره، چون پدر حتما اونا رو لمس کرده. خه میره و قلموها رو براش میاره. با استفاده از اونا از اونجا میپره، اما بعد از پرش پاش آسیب میبینه و نمیتونه حرکت کنه. خه میگه اینجا پر از دونه های سبز نورانیه که با استفاده از 14 دونه از اونا حالت به کلی خوب میشه و مثل روز اول میشی. پدر از این دونه ها متنفره. خه میره و دونه ها رو برای سینا میاره. سینا حالش خوب میشه و مسیر رو ادامه میدن. با یه جن پیر روبرو میشه که به شدت مریض و افتاده. موجود پیر از سینا تشکر میکنه و میگه شما آدم ها خیلی بهتر از ما هستید. مدت ها اینجام و کسی کمکم نکرد، حتی اون موجود پرنده. موجود پیر میگه پدر میخواسته اونو بکشه، ولی فونوس نجاتش داده و واسطه شده و البته براش بهتر بوده که این عمر چند هزار سالش رو تموم کنه و آزاد بشه. اون هزار سال با همسرش زندگی میکرده، اما بعدش وارد این جنگ شده و زندگی براش تلخ شده. پدر همیشه اونو عذاب میده. در ادامه مسیر به یک چاه برمیخورن که خه میگه اتاق پدر اونجاست. فعلا واردش نمیشن. به یک هیولای بزرگ به اسم گالو برمیخورن که مشغول تراشیدن سقف غاره. اون محافظ درب خروجیه. سینا برای مبارزه با گالو نیاز به شمشیر داره. اون وارد اتاق مثلثی نورانی میشه، جایی که دانتالیان ها با شمشیراشون تمرینات ذهنی انجام میدن و مشغول تمرکز هستن. سینا به دانتالیان میگه که به شمشیرش نیاز داره و همچنین میخواد از گذشتش بدونه. دانتالیان به یه شرط قبول میکنه، اونم اینه که سینا روحشو به پدر اهدا کنه. این باعث خوشنودی پدر میشه. سینا پیشنهادو الکی قبول میکنه.
دانتالیان از گذشته سینا میگه، اما اونو خودش هم قبلا میدونست که اون نابغه کامپیوتر بود و این حرفا. بعد شمشیر دانتالیانو برمی‌داره و میره که با گالو مبارزه کنه. در یه مبارزه سخت موفق میشه گالو رو بکشه، اما برای باز کردن در نیاز به کلید پدر داره. سینا وارد اتاق پدر میشه و کلیدشو برمی‌داره. موقعی که میخواد خارج بشه، خی بهش میگه نمیتونه از این مکان خارج بشه و مجبور اونجا بمونه. موقعی که سینا خارج میشه، با فونوس مواجه میشه که خیلی هم تعجب کرده، چون هیچ کس جز پدر نمیتونه از اینجا خارج بشه. در هر صورت فونوس نصف دیگه کارت شکسته شده ای که سینا داشت رو به سینا میده. روی کارت عدد 41148 ثبت شده و پایینش اسم خانم سارا میتین. فونوس به سینا اطلاعاتی از گروه 41148 میده و یه سری عکس‌ها و اطلاعات از این گروه میده که اونا یه گروه تروریستی هستن. قصدشون آشوب در جهان و کشتن زنان و کودکان بیگناهه. هدف کلیسای خورشید آزادی بی‌قید و شرط برای انسانه، اما اون گروه تروریستی مخالف این کارن. در شب حمله به کلیسا قرار بود درجه سینا از 32 به 33 ارتقا پیدا کنه. برای این مراسم همه افراد عضو فرقه به اینجا اومدن تا شاهد مراسم باشن. برای این مراسم فقط به این مقدار خون قربانی نیاز بود، خون اون دختر. قرارم نبوده که کشته بشه، اما اونا برای نجات اون دختر به کلیسا حمله کردن و همه دوستان ما رو کشتن. این همه کشته برای این مقدار خون عادلانه است؟ سینا تحت تاثیر حرفای فونوس قرار میگیره و میخواد بره و برای همیشه ساختمون 41148 رو نابود کنه. وارد اسلحه خونه میشه و از آمادو میخواد سلاح بگیره. یه موبایل که یک بمب کنترلی هست رو میگیره و به سمت ساختمون 41148 میره. اپیزود 4. سینا بعد از انفجار در آپارتمانش نشسته و استراحت میکنه. چیز عجیب اینه که تلویزیون هیچی در مورد این انفجار نمیگه. به نظر میرسه روی این اتفاق سرپوش گذاشتن. سینا احساس گناه میکنه، چون ممکنه آدمای بیگناهی در اون ساختمون بوده باشن. سینا دوباره آپارتمانش جستجو میکنه. داخل خونه پر از گلهای لیلی که سینا ازشون حس خوب میگیره و دوستشون داره. با استفاده از دکمه‌های مخفی که روی پنجره خونشه، رمز 41148 رو وارد میکنه و یه در مخفی به زیرزمین باز میشه. وارد زیرزمین میشه و وسایل مختلف رو از جمله سویچ ماشین و سلاح پیدا میکنه. همچنین یه نقشه که مکان 41148 که همون مقر سارومیتین هست رو نشون میده. با کد 5124 گاف صندوق رو باز میکنه و یه مکعب سبز عجیب برمیداره. 5124 در واقع اسم رمزنگاری سینا هستش. سینا سوار ماشین میشه و به مقر 41148 میره. در اونجا با استفاده از مکعب سبز در مخفی رو باز میکنه. در اونجا زنی رو میبینه، همون زنی که در رویا و گذشتش دیده بود. زن رو تهدید میکنه که همه حقیقت رو بگه و به زن میگه که خودش بوده که ساختمون رو منفجر کرده. زن در واقع همون سارا میتین هستش. البته این اسم جعلیشه و اسم واقعیش لیلی شانیاکه. سینا در گذشته عاشق لیلی بوده و دلیل علاقش به اون گلها هم همین بوده. لیلی در واحد 133 زندگی میکرده. لیلی همه جریانات رو به سینا توضیح میده، از رفقای گذشتهش مثل آرش، محمد، ولی و مادر لیلی، و اینکه موقعی که ساختمون 41148 منفجر شد جمعه بوده و اونجا هم تعطیل بوده و کسی اونجا نبوده. همچنین سینای جاسوس از طرف سازمان بوده که به کلیسای خورشید نفوذ کرده بود و افراد رد و بالاش شناسایی کرده بود. سینا براش خیلی سخته که حرفا رو باور کنه. حتی اسمش یعنی سینا هم جلیه. لیلی تا میخواد اسم واقعیشو بگه، آمادو وارد میشه و سینا رو خائن خطاب میکنه. آمادو به لیلی و سینا شلیک میکنه. بعدش یه رویا پخش میشه که سینا و لیلی با همن و بعدش هم سینا با دستگلی روی سینش خوابیده. بعدش میبینیم که این مرد عینکی داره سینا رو بیرون میکشه و نجات میده. اون با یه دستگاه که روش مکعب سبز رنگه دوباره سینا رو به زندگی برمیگردونه. سینا بعد از بلند شدنش سراسیمه از لیلی میپرسه، اما مرد میگه باید لیلی رو فراموش کنه چون اون مرده. اون مرد اسمش آرشه، همون رفیق سینا در گذشته.
سینا بعد از کمک به آرش در درست کردن ژنراتورها حقیقت کامل رو از آرش میشنوه. آرش میگه که خالق همه موجودات پروردگار یکتاست. اما موقعی که پروردگار انسان رو خلق کرد و به همه گفت سجده کنید، شیطان به دلیل غرورش نپذیرفت و قسم خورد تا انسان رو برای همیشه فریب بده و عمر طولانی از پروردگار گرفت. شیطان به پیروانش قدرت و پول میده، اما پروردگار به بندگانش عشق میده. اون تشکیلات در واقع دارن برای شیطان کار میکنن که به اسم پدر خودش معرفی کرده. متاسفانه پدر قابل کشتن نیست و از خداوند عمر طولانی دریافت کرده، اما انسان‌های زیر دستشو میشه کشت. اون امروزه از تقابل انسان با انسان و ایجاد جنگ استفاده میکنه و خودش هم یه گوشه نشسته و لذت میبره. یکی از این انسان‌ها همون فونوسه. البته اون یه ماموره. رئیس اصلی همون رئیس تشکیلات سرکل هستش. سرکلی که کنترل تمام رسانه‌ها، اخبار و تکنولوژی دستشه. توی کلیسای خوشی تو قرار بود ارتقای درجه پیدا کنی. در این مراسم قرار بود رئیس سرکل هم حضور داشته باشه، اما به دلیل اینکه لیلی دست اونا اسیر بود به اونجا حمله کردیم. لیلی میخواست در ازای اهداف 4148 خودشو فدا کنه، اما سازمان ما مخالف این بود. اونا امشب قراره در رسانه یه نوشیدنی جدید معرفی کنن، نوشیدنی ساخته شده از خون انسان. رئیس سرکل قراره به عنوان مجری اونجا حاضر بشه. حتما باید جلوی این کار گرفته بشه و رسوا بشن. تمام جنگ‌ها و عملیات‌های تروریستی در جهان کار اوناست که انسان‌ها رو بکشن و روح و جسمشون رو به تسخیر خودشون در بیارن. سینا برای نفوذ به اونجا باید از فونوس بپرسه، چون فقط فونوس میدونه اون تبلیغ نوشیدنی قراره کجا برگزار بشه و اسم رئیس سرکل رو فقط اون میدونه. با استفاده از دستگاه مخصوص آرش میتونن چهره آمادور رو روی سینا بذارن، جوری که هیچ کس تشخیصش نده. سینا چهره آمادور رو میگیره که بره وزیر زبون فونوس اطلاعات بیرون بکشه. سینا با چهره آمادور به کلیسا وارد میشه. در این قسمت ما دوباره به در مخفی زیرزمین میرسیم. در این قسمت دو انتخاب داریم که به دو پایان مجزای بازی ختم میشه. یه پایان خوب و یه پایان بد. اگه به زیرزمین بریم با انواع هیولاها باید مبارزه کنیم، اما بعد از مبارزه ناگهان یه هیولای بزرگ برادر آسمادوس بزرگه برای انتقام از برادرش سینا رو میکشه. این همون پایان بد بازیه. اما ما داستان رو جوری پیش میریم که به پایان خوب برسیم. با گذشتن از اون در و وارد نشدن بهش، دوباره به گالسیا لابولا میرسیم که اون قدرتی داره که حتی از پشت اون چهره هم میتونه سینا رو تشخیص بده. لابولا میگه که پدر از دستش خیلی عصبانیه و باید باباتش حساب پس بده. سینا میگه من فقط به خداوند حساب پس میدم. لابولا میگه خدای وجود نداره و همه چی در اثر انفجار به وجود اومده. موقعی که سینا ازش میپرسه پس اولین انفجار کاری کی بوده، لابولا یه دفعه غیب میشه. فونوس سر میرسه. سینا چهره خودش رو نشون میده و فونوس رو تهدید میکنه که اطلاعات بهش بده. فونوس اسم رئیس سرکل رو بهش میده، آلیستر سیمیتریس. اما تا میخواد مکان تبلیغ نوشیدنی رو بگه، آماده از پشت سر به فونوس شلیک میکنه و از اونجا فرار میکنه. سینا دنبالش میره و به مکان تبلیغ نوشیدنی میرسه. بالاخره موفق میشه با رسیدن به طبقه آخر آماده رو بکشه. آماده قبل از مرگش اسم واقعی سینا رو میگه، سم آفیان. بعد از کشتن آمادو و بقیه نگهبانا بالاخره وارد اتاق تبلیغ میشه. سلاحشو به سمت آلیستر سیمیتریس میگیره و تمام مدارک و اسناد علیه این فرقه رو داخل برنامه زنده افشا میکنه. آلیستر که اولش همه اتهامات رو رد میکرد، با دیدن مکعب سبز عصبانی شد و به سم شلیک کرد و کشتش. سم در اینجا کشته میشه. اما بعدش نور سبز مقدس وارد اتاق میشه و آلیستر حسابی جا میخوره. اون به همه جنایات فرقه اعتراف میکنه و همچنین اینکه پروردگار یکتا خالق همه موجوداته و همچنین خالق پدر یا همون شیطان. با قدرت نور سبز آلیستر از پنجره ساختمون به بیرون پرت میشه و احتمالاً کشته میشه. در صحنه پایانی آرش رو میبینیم که بالا سر قبر سم وایستاده، اما اون آرش نیستش. اون همون لیلیه که تغییر چهره داده بود. لیلی کارتی رو دستش داره که نماد فرقه قدرتمند دیگه روش حک شده و هدف خودش و یادگار سم رو نابود کردن تمامی این فرقه‌های شیطانی میدونه. و در اینجا بازی به پایان میرسه. خب
خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی روز خوبی داشته باشید.